جهان چجوری به وجود اومده؟ آیا ممکنه که توی یک فرایند خود به خودی از هیچی همینجوری سر در آورده باشه و به وجود اومده باشه؟ چطور؟ این دست‌های پنهانی که از همون اول تاریخ توی ذهن ما شکل گرفتن و جهان ما رو دارن اداره میکنن از کجا اومدن؟ چیزایی مثل دست تقدیر، دست سرنوشت یا انواع و اقسام خدایانی که تمدن‌های مختلف به وجود آوردن تا الان، از وایکینگا و رومیا و یونانیا تا فنیقیا و مصریا و اعراب. اصلاً قصد ندارم وارد بحث‌های اعتقادی بشم. هیچ کدوم از این برچسب‌هایی هم که به ذهنتون میرسه به من نمیچسبه. همونطور که تو ویدیوی اول گفتم، من پیرو دیکتاتوری علمم. هر گونه کامنت یا نظری رو هم با آغوش باز میپذیرم. حتماً برام بنویسید. فعلاً با من تو ادامه این ویدیو همراه باشید. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با صفر به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه. من توی این ویدیو تصمیم گرفتم که یه مقدار قیمه‌ها رو بریزم تو ماستا. چرا قیمه‌ها رو می‌ریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ یعنی فیزیک و فلسفه و اینا رو یه خورده با هم قراقاتی کنم. یه فیزیکدان خیلی مهمی داریم به اسم آقای لارنس کراوس، یه کتابی نوشته به اسم جهانی از هیچ، Universe from Nothing، که به صورت کامل توضیح میده که چطور جهان ما با استناد به میدانهای کوانتومی از هیچ به وجود اومده. حالا این هیچ چیه؟ آیا صفر مطلقه یا نه منظورمون یه هیچ فیزیکیه؟ حالا صفر مطلق اصلا چی هست؟ آیا وجود داره یا یه مفهوم انتزاعی تو ذهن ماست؟ خب همونطور که میدونین عدد صفر توی ذهن ما هم حتی تا 1000 سال پیش وجود نداشت. یه سری از همین دانشمندای خودمون تو ایران این صفر رو به وجود آوردن و خب چون اون موقع اینجا تحت سیطره حکومت اعراب بود، این مدل عدد نویسی بعداً به اعداد عربی معروف شد. اینکه حالا این عدد صفر اصلا چجوری به وجود اومد و باعث چه انقلاب عظیمی تو پردازش اطلاعات شد بمونه برای یه ویدیو دیگه. ولی مفهوم صفر مطلق فقط یه حقه ریاضی بوده. یعنی ما وقتی از هیچ حرف میزنی منظورمون اون نیست. بذارید از دنیای اطرافمون شروع کنیم. دور و بر ما پر از یه چیزیه که اصطلاحاً بهش میگن پرش‌های حرارتی. مثلا دمای بدن من با دمای اطرافم فرق میکنه. در نتیجه مدام باید خودشو به تعادل با اطراف برسونه. این کارو با استفاده از پرش‌های حرارتی انجام میده. حالا ما اگه بیایم یک جسم خیلی خیلی داغ رو کم کم سردش کنیم، هی این پرش‌های حرارتی باعث میشن این سردتر و سردتر بشه. حالا ما اگه یک جسمی رو که یه دمایی داره رو یواش یواش سردش کنیم و این دماشو بگیریم، هی با این پرش‌های حرارتی هی این دمای پایین‌تر پایین‌تر و پایین‌تر میره تا جایی که به صفر میرسه، بعد به زیر صفر میرسه و الی آخر. آخری براش وجود داره یا نه تا ابد ما میتونیم یه جسمو همینجوری سردش کنیم؟ هر چیزی یه ظرفیت گرمایی داره، یعنی تا یه جایی میتونه گرم بشه و تا یه جایی میتونه سرد بشه. ولی فارغ از اون، ما ساده‌ترین ماده رو بیایم در نظر بگیریم. از ساده‌ترین حالت مواد که گازه، ساده‌ترینشون هیدروژنه که یه دونه هسته تک پروتون است که یه دونه الکترون هم داره دورش میچرخه. اونایی که تا الان سابسکرایب کردن گوشاشونو بگیرن. اگه تازه اومدین تو این کانال یا تا الان ساب نکردین و اینجور بحثای چالشی رو دوست دارین، همین الان سابسکرایب رو بزنین و ادامه ویدیو رو ببینین. شما فکر کنین که ما اینو هی داریم سردتر و سردترش میکنیم. توی این ویدیو توضیح دادم که مفهوم گرما و سرما چیه. اینجا بخوام خلاصه براتون بگم، گرم بودن یا معیار حرارت یک جسم انرژی جنبشی اتم‌های سازنده. هرچی اینا بیشتر تکون بخورن اون جسم گرمتره، هرچی کمتر تکون بخورن سردتره. در نتیجه ما وقتی این گاز هیدروژن رو داریم سردش میکنیم، حرکت اتماشو کم میکنیم. این حرکت هی کمتر و کمتر و کمتر و کمتر میشه تا اینکه یه جایی اینا دیگه وای میسن و تکون نمیخورن. اونجا رو تو فیزیک بهش میگن صفر مطلق. البته صفر مطلق از اون مقدارم یه مقدار پایینتره. چون بیان یه ماده فرضی رو در نظر بگیریم که اونقدر ساده است که میتونه به صفر مطلق دماش برسه. این دما هم یه مقدار داره.
که به صورت دقیق برابر با منفی 273.16 درجه سلسیوس یا همون سانتیگراد خودمون. یعنی ما اگه این ماده فرضیمونو تا این دما سرد کنیم دیگه هیچ پرش حرارتی وجود نداره. رسیدن به این دمای مسابقه‌ایه که بین فیزیکدانای دانشگاه‌های مختلف دنیا الان در جریانه و هی دارن سعی میکنن به این دمای هی نزدیک و نزدیکتر بشن. مستلزم اینه که یه ایزوله عجیب غریبی ایجاد کنن که با دنیای اطراف هیچ ارتباطی نداشته باشه، چون به هر حال هر چیزی که دور و بر این محفظه باشه دماش از این بیشتره و با همون پرش‌های حرارتی باعث میشه اینا نرسن به این دماه. ولی یه چیز عجیبی که این وسط کشف شده اینه که حتی توی این دما هم یه سری پرش‌هایی وجود داره، ولی پرش‌های حرارتی و گرمایی نیست. اسم اونا رو گذاشتم پرش‌های نقطه صفر. البته یه اسم خلاقانه‌تر و جذاب‌تری هم روش گذاشتن، پرش‌های کوانتومی. حالا چرا پرش‌های کوانتومی؟ به خاطر اینکه اون انتقال‌های انرژی که تو اون دما اتفاق می‌افته حاصل اصل عدم قطعیته. در مورد عدم قطعیت به صورت مفصل توی این ویدیو توضیح دادم. به نظرم اگه ببینیدش تا حدود زیادی روشن میشه براتون که منظورم چیه. ولی اینجا در همین حد بدونین که حتی توی صفر مطلق یا همون هیچ یه سری پرش‌های فیزیکی وجود دارن. در نتیجه این یه صفر ریاضی نیست، بلکه یک هیچ فیزیکیه. یه مفهوم خیلی مهم که توی فیزیک کوانتومی مطرح میشه و همون آقای کراوس که گفتم توی کتابش داره با استفاده از نظریه میدانهای کوانتومی جهانی از هیچ رو توضیح میده، استدلالش از همین مسیر میره. یه جورایی بیگ بنگ یا شروع جهان ما حاصل برخورد دو تا یا چند تا از این عدم قطعیت‌ها یا پرش‌های کوانتومی بوده که توی هیچ واسه خودشون همینجوری هی وجود داشتن، موج میدادن. چند تاشون اومدن به هم یه برخوردی داشتن و این باعث به وجود اومدن جرم، انرژی و اطلاعات و بعد از اون انفجار اینا و دور شدنشون از هم شده و حاصل کار شده دنیایی که الان در خدمتتون هستین. خیلی دوست دارم نظرتون رو راجع به این بحث‌های چالشی بدونم. دوست دارین اصلا راجع به اینجور چیزا توی کانال صحبت کنیم یا نه؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنین. در صورت موافقت یا عدم موافقتتون با حرفایی که زدم وارد صحبت بشین. لایک یادتون نره و اگه در مجموع به اینجور بحث‌ها علاقه‌مندین و تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کارو بکنین. اون زنگوله بغلش رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندین. البته که ما اینجا همه ویدیوهامون بحثای چالشی نیست، بیشترش بحثای علمیه، ولی خب از اونجایی که دیکتاتوری علم برقراره یه سری بحثای این شکلی هم این وسط ها مطرح میشه.